مرگبارترین قله های جهان. اگه جز اون دسته از افرادی هستین که به کوهنوردی و سفر به ارتفاعات علاقمندین، پس باید به خطرات بیشماری که در این مسیر وجود داره واقف باشین. سرمازدگی، بهمن، طوفان‌های شدید و مرگ‌آور همه از مهمترین خطراتی هستند که مسافران بلندترین و خطرناکترین قلل جهان را تهدید می‌کنند. بعضی از این قله‌ها بین کوهنوردهای حرفه‌ای به قاتلان خاموش شهرت دارند. در ادامه همراه ما باشین تا شما رو با بی‌رحم‌ترین و مرگبارترین کوه‌های جهان آشنا کنیم. برود پیک. برود پیک 12 قله بلند در دنیا با ارتفاع 8051 متر در رشته کوه قراقروم و در شمال شرقی پاکستان واقع شده. این قله در امتداد غربی یخچال بالتارو و در بین دو قله K2 یا K2 و گاشبروم 4 قرار داره. از روی ارتفاعات این قله نمای زیبایی از قله K2 به آسانی قابل مشاهده است و فقط 8 کیلومتر با اون فاصله داره. برود پیک دارای 3 قله مجزاست. قله اصلی 8051 متر، قله مرکزی 8016 متر و قله شمالی 7550 متر ارتفاع داره. این قله به عنوان یکی از قلل 8000 متری آسان شناخته شده. هرچند که از لحاظ فنی برای کوهنوردان زبده سخت به حساب نمیاد، اما به هر حال نمیتوان آن را به راحتی پشت سر گذاشت، چرا که مسیر آن از میان قلمرو بهمنهای دائمی عبور میکنه. کمپ پایگاهی در ارتفاع 5000 متر قرار داره و کمپ‌های میانی در حدود ارتفاع 6200 متر، 6800 متر و 7300 متر واقع شدن. صعود به این قله به شرایط جوی وابسته است، به طوری که گاهی اوقات میتوان صعود به آن را در طول 6 هفته به انجام رسانید، در حالی که در مواردی دیگر حتی ممکن صعود آن به 9 هفته نیز کشیده بشه. اولین بار یک کوهنورد اتریشی تونست در سال 1957 به قله این کوه برسه. اون در اون زمان این کار رو بدون استفاده از کپسول اکسیژن انجام داد. 12 کوه بلند جهان توانسته با درصد مرگ و میر 5% از این حیث در جایگاه 10 قرار بگیره. شیشاپانگما با 8013 متر ارتفاع به عنوان 14 کوه 8000 متری و تنها 8000 متری مستقل در تبت شناخته میشه که به طور کامل در داخل خاک کشور چین یا در تبت مرکزی قرار داره. معنی شیشاپانگما در زبان تبتی به معنای قله‌ای بر فراز دشت‌های پوشیده از چمنه. شیشاپانگما آخرین کوه 8000 متری صعود شده است. البته این امر به دلیل بسته بودن مرزهای تبت بر روی خارجی‌ها بود و صعود به اون توسط دیگران امکان پذیر نبود، تا در نهایت در سال 1964 این کوه توسط کوهنوردانی از تبت و چین فتح شد. پس از اشغال تبت توسط چینی‌ها، تلاش شد تا نام کوسنگ تسانفنگ بر روی این کوه نهاده شه. اما این تلاش شکست خورد و در نهایت همان نام تبتی شیشاپانگما رسمیت یافت. با اینکه این کوه یکی از آخرین قله‌هایی بود که توسط انسان فتح شد، اما در میان ساده‌ترین مسیرهای کوهنوردی شناخته میشه. با این وجود هر سال نزدیک به 8% از افرادی که سعی می‌کنند به قله اون برسن جان خودشون رو از دست میدن. اورست. کوه اورست به معنی سر آسمان و نام تبتی کومولانگما بلندترین کوه کره زمینه که ارتفاع قله اون از سطح دریا معادل 8848 متره.
در سال 1856 در طرح نقش برداری مثلثاتی بزرگ هند برای اولین بار ارتفاع قله اورست که در اون زمان با نام قله 15 شناخته می شد به مقدار 8840 متر گزارش شد. در سال 1865 نام انگلیسی رسمی اورست توسط انجمن سلطنتی جغرافیا انتخاب شد. قله اورست توجه بسیاری از کوهنوردان در تمام رده‌ها را جلب کرده. از کوهنوردان حرفه‌ای و مجرب گرفته تا کوهنوردان مبتدی که مایل به پرداخت مبالغ قابل توجهی هستند تا توسط کوهنوردای حرفه‌ای راهنمایی شوند و صعودی کامل و موفقیت‌آمیز را رقم بزنند. با وجودی که مسیر استاندارد صعود این کوه حاکی از عدم احتیاج به تجهیزات و حربه‌های حرفه‌ای و دشواره و با وجود اینکه صعود به قله‌های 8000 متری دیگه از قبیل کیتو و نانگا پرباد بسیار دشوارتره، عوامل خطرآفرین طبیعی از قبیل بیماری ارتفاع، بادهای شدید و آب و هوای نامطلوب هم وجود داره. تا انتهای فصل کوهنوردی سال 2007 3679 صعود به قله از سوی 2436 نفر انجام گرفت. بر طبق آمار ثبت شده، اورست جان 210 نفر را گرفته که علاوه بر اون 8 نفر نیز بر اثر طوفانی شدید در سال 1996 جان خودشون را از دست دادند. همچنین شرایط نابسامان ناحیه مرگ باعث سقوط افراد و از بین رفتن اونها میشه. ماکالو کوهی منفرد واقع در 22 کیلومتری شرق کوه اورست و شکلی شبیه به یک هرم چهار وجهی داره. به عنوان یکی از سخت‌ترین کوه‌ها برای صعود مطرح شده و دلیل اون شیب بسیار زیاد و تیغه‌های تیز خط و رأس اونه. کوه ماکالو همراه با قلل اورست و لهوتسه در منطقه هیمالیای خومبو روالینگ قرار داره. هیمالیای خومبو به وسیله رودخانه آرون از هیمالیای کانچنچونگ جدا میشه که از شمال به جنوب هیمالیا در جریانه و به وسیله رودخانه دودوکسی که از یخچالهای هیمالیای خومبو سرچشمه میگیره از هیمالیای روالینگ جدا میشه. مسیر رسیدن به این کوه خودش در میان یکی از خطرناکترین مسیرهای جهانه. دستیابی به ارتفاع 8481 متری نیز به خودی خود خطرات زیادی رو به همراه داره. این کوه پنجمین کوه بلند در جهانه و به عنوان یکی از سخت‌ترین قله‌ها برای کوهنوردی شناخته میشه. هر ساله نزدیک به 9% از کوهنوردایی که تصمیم به صعود به این قله رو دارن جان خودشون رو در این کوه از دست میدن. گاشبروم یک در منطقه قراقروم در هیمالیا واقع شده و در رشته کوهی با همین نام جای گرفته. قله پنهان نامیست که کوهنوردان روی این قله گذاشتن و مردم محلی اون رو گاشا می نامن که معنای آن کوهستان زیباست. این قله ارتفاعی 8080 متری داره. سه کوهنورد اسپانیایی روز یک شنبه 21 ژوئیه 2011 در حالی که تلاش می‌کردند به قله 8080 متری گاشبروم 1 در رشته کوه قراقروم صعود کنند، ناپدید شدند. تنها دلیلی که باعث شده تا این کوه آمار مرگ و میر بیشتری نداشته باشه، تعداد کم کوهنوردانی است که جرأت می‌کنند تا برای فتح اون تلاش کنند. کانچنجونگا به معنای پنج جواهر برفی سومین قله بلند جهانه که به همراه چهار قله دیگر مجاور خودش شامل پنج قله است که همگی اونها بالای 8485 متر هستند.
این کوه کاملا از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب با رشته کوههای عظیم احاطه شده. رشته کوههای کانچنجونگا دارای شکلی مانند یک حرف اکس خیلی بزرگ هستند. با اینکه تکنولوژی در سالهای اخیر تونسته کمک بسیاری به افزایش امنیت کوهنوردی داشته باشه، اما این کوه از سال 1990 با افزایش میزان کشته شدگان روبرو شده. هر فردی که تصمیم میگیره از این کوه بالا بره، خودش رو در معرض یکی از خطرناکترین وضعیت‌های آب و هوایی کره زمین قرار میده. وضعیت هوایی در این کوه به شدت غیر قابل پیش بینیه و بهمن‌های ناگهانی به صورت روزانه رخ میده. از زمانی که اولین کوهنوردا برای فتح این قله اقدام کردند، تنها 300 نفر موفق به این کار شدند و در مسیر اون نیز 40 نفر جان خودشون را از دست دادن. داولاگیری هفتمین کوه بلند جهان با ارتفاعی برابر با 8167 متره. این کوه در طول مدت زمانی که هدف کوهنوردان بوده، جان افراد بسیاری را گرفته. بدترین حادثه‌ای رخ داده در اون مربوط به تیمی 8 نفر است که به دلیل کم تجربگی و انتخاب مسیر اشتباه گرفتار بهمن شدن و جان خودشون را از دست دادند. نانگا پربات به معنی کوهستان برهنه، رشته کوهی است که در پاکستان قرار داره. ارتفاع اون 8128 متر در سطح دریا و نهمین قله بلند روی زمینه. صعود به اون از مشکل ترین صعودهای کوهستانیه و به خاطر کوهنوردای زیادی که در جریان صعودهای اون کشته شدن به کوهستان قاتل معروفه. همکنون نانگا پربات با بیش از 60 کشته پس از آناپورنا دارای بیشترین کشته ها به نسبت صعودها در میان کوههای 8000 متریه. اولین مسیر مناسب این کوه در سال 1953 کشف شد. قبل از سال 1953 گروه های کوهنوردی از سراسر جهان 31 بار تلاش کرده بودند به قله این کوه برسند، اما هیچگاه موفق به این کار نشدند و بسیاری از افراد این تیم ها جان خود را از دست دادند. هرمن بول فردی بود که تونست این مسیر را کشف کنه. او نزدیک به 40 ساعت به تنهایی از این کوه بالا رفت و رکورد اولین فتح بالای 8000 متر به صورت تنهایی را به خودش اختصاص داد. کیدو یا کیتو نام دومین قله بلند روی زمین پس از اورست. این قله در منطقه قراقروم رشته کوههای هیمالیا بین مرز پاکستان و چین قرار گرفته. این قله 8611 متر از سطح دریا ارتفاع داره و دارای فنی ترین مسیر صعود در جهانه. تعداد کوهنوردایی که در راه رسیدن به قله کشته شدن 1/4 تعداد کسایی است که صعود موفق داشتند. بالا رفتن از این کوه به علت وضعیت بد برف و یخ‌های سطحی اون بسیار دشواره و ریزش بهمن و سنگ از دلایل اصلی مرگ در اون شناخته میشه. تا کنون بیش از 31 کوهنورد هنگام پایین اومدن از این کوه جان خودشون رو از دست دادن. آناپورنا. قله آناپورنا بر روی کوههای هیمالیا که از شرق به غرب و به طول 55 کیلومتر از ماریساندی به کالیگانداکی گسترده شدند. این کوه با ارتفاع 8091 متر دهمین کوه بلند جهان و با توجه به میزان تلفات کوهنوردان صعود کننده به این قله که حدود 41% مرگبارترین کوه جهان محسوب میشه. نخستین بار در سال 1950 پس از اون که هیئت اعزامی از کشور فرانسه از پیدا کردن مسیری برای صعود به دولاگیری ناامید شد، به این کوه روی آورد.
در این صعود که با حماسه و جانفشانی اعضای تیم همراه بود، کوهنوردان نامی فرانسه موریس هرزوک و لوئیس لاشنال موفق به فتح قله و البته فتح نخستین کوه 8000 متری دنیا شدند. اونا برای صعود قله بهای گزافی پرداختند که همانا سرمازدگی هر دو نفر و از دست دادن تمامی انگشتان دست و پای لاشنال بود. اون دو که در بازگشت از قله کاملا تحلیل رفته بودند، با کمک دوستان و همتیمیای خود لیونل تری و گاستین ربوفا که هر دو از کوهنوردان برجسته عصر خود بودند، به شکلی حماسی به پایین منتقل شدند و این در حالی بود که یکی از اونها بر اثر سقوط از ارتفاع شب سختی رو درون یک شکاف به سر برد. از این تیم در پاریس همچون گروهی قهرمان استقبال شد. از هر سه نفر کوهنوردی که تلاش کرده به قله این کوه برسه، یک نفر جان خودش را از دست داده. بدترین حادثه مربوط به این کوه به 2 سال گذشته برمیگرده، زمانی که 43 نفر در اثر ریزش چندین بهمن پشت سر هم کشته شدند. تا به امروز تنها 191 نفر موفق شدند به قله این کوه برسند و در مسیر دستیابی به این رکورد 61 نفر جان خودشون رو از دست دادند.